یه چند تا باور اشتباه در این آقا وجود داره که دنیای مجازی داره منو کنترل میکنه ما یه نظریه ای داریم توی نظریات روانشناسی به نام نظریه انتخاب ویلیام گلسر مطرح میکنه میگه ما مدام در حال انتخابیم ما انتخاب میکنیم چه کارایی کنیم ما حتی بیماریامون هم انتخاب میکنیم حتی انتخاب میکنیم که افسرده باشیم چرا؟ چون ما ذهنمون مدام داره ارزیابی میکنه چی برامون پاسخ خوبی داره یعنی شما چجوری انتخاب کردید؟ موقعی که نشستید مثلا گوشی تو دستتون بوده و باهاش کار کردید و دیدید چقدر براتون این بازی نشات آورده لذت بخش بوده پاداش داده و هی دنبال کردید در لحظه انرژی بهتون داده شارژتون کرده تحریکتون کرده اینا پاداشه ذهن ناخداگاه پاداش میگیره بعد تصمیم بعدی رو میگیره تصمیم میگیره ادامه بده اما یه جایی از اونجایی که من با خودم ارتباط دارم میام میگم هی hey, اثرات بلند مدت این کار چیه؟ با انجام این کار داری انرژی و وقت و تمرکزت رو میدی به این از چه چیزایی فاصله میگیری که به این بپردازی؟ چه بخشایی از زندگی تو نادیده میگیری که به یه چیز دیگه خیلی توجه کنی؟ و اینو بدونید که شما انتخاب میکنید. اونا وسوسه، اونا محرکن. محرکا در عالم بی نهایته. خیلی از همکارای من ممکن در این موارد بیان این پیشنهاد رو کنن که ببین اگه همسرت این کارو کنه خوشت میاد من این پیشنهاد رو کنم چون بعضی از آدما ممکنه بگن آره خب اونم مشغول باشه حالا اشکال نداره من میدونم زنم به خیانت نمیکنه کاری نمیکنه ولی این راهکار نیست از نظر من این روش درستی نیست روش درست اینه که من کارم و با اثرات کارم روی خودم ارزیابی کنم یعنی بتونم معیار سالم زیستن رو داشته باشم اصلا شما معیار داری من میخوام چگونه آدمی باشم تعریفم تو خودم برای خودم چی باشه نه اینکه دیگران دربارم چی بگن نه اینکه برای زنم وفادار بمونم نسبت به یک قراردادی که روی برگه نوشتم متحد بمونم من برای خودم چارچوب دارم چارچوبام اینه اصلا من میتونم برای دنیای مجازی وقت بذارم ولی من میدونم در 24 ساعت 5 تا 10 دقیقه وقت میذارم نه 5 تا 15 دقیقه وقت میذارم ولی واقعا میخوام اینو بذارم و من میخوام از خودم بپرسم وقتی وارد یه سری صفحات میشم که توشون یه جریاناتی وجود داره که داره منو جذب میکنه بلا فاصله مکس کنم بگم این جریانات این چیزی که منو داره جذب خودش میکنه چه اثراتی رو من داره در بلند مدت چه تاثیراتی داره چقدر سود داره برای من رابطم با همسرم برای رابطم تو خانوادم برای شغلم برای رشد فکریم چقدر زیان داره ببینین فرق یه کودک با یه آدم بالغ اینه کودک همین ارزیابی رو میکنه منتها اون چیزی رو که میاد معیار درستی کار قرار میده لذت بردن و سود لحظه است یه آدم بالغ سود بلند مدت رو در نظر میگیره این کاری که امروز دارم انجام میدم عواقبش در بلند مدت چه چیزایی میتونه باشه این یکی از تفاوت های کودک و بالغه اگه تونستید سود و زیان یک کار رو در بلند مدت ارزیابی کنید یعنی میتونید یه جای پاتون رو بذارید رو ترمز و بگید بسه دیگه وارد این فضاها نمیشن این صفحات مجازی داره منو وسوسه بس میکنه بعد از یه مدت که فکرم اینجاست این تصاویر رو میبینم وقتی میام کنار زنم میبینم اون جاذبه هایی رو که اونجا برای من ایجاد میکنه این آدم نداره بعد میبینید یه دنیای مجازی انقدر محرک محرکه تحریکتون میکنه جدی جدی شما رو لذت درتون ایجاد میکنه که وقتی میبندید گوشیتونو و بعد میرید پیش واقعیت همسرتون میبینید اصلا هیچی نداره برای جالب بودن از چشمتون میافته چون ذهن قیاس انجام میده و این کیه که داره زندگی منو زنمو واقعیت اون رو برای من غیر جذاب میکنه همون صفحات همون چیزایی که تو لحظه جاذبه فراوون داره در بلند مدت زندگیمو برام کمرنگ میکنه اگر بتونید ارزیابی اینجوری کنید این قدرت تحلیل رو داشته باشید خود به خود و اون باوری که من انتخاب میکنم چی رو ببینم نه اینکه صفحات مجازی منو میکشه روش فکر کنید کار کنید